اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنامي خداوندي رحمة گستری برخاص عام و بارز سلام و درود خدمت یکایک بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و شما دوستداران و علاقمندان برنامه فقهی خانواده. خرسند و خوشحال هستم که باز هم شما را تا فرصتی که باقی است با خود دارم و امیدوار هستم که ما را همراهی بکنین و از داشته های امروزی برنامه استفاده اعظمی ببرین. دوستان نهایت عزیز، صحبتمان طوری که در جلسات قبلی هم وعده کردیم پیرامون طلاق است. در این جلسه و چند جلسات قبلی و جلسات آینده پیرامون این موضوع بحثای خواهیم داشت تا اینکه به یک نتیجه مطلوب برسیم و توانسته باشیم مشکلات جامعه خود را کاهش بدیم. دوستان نهایت عزیز، در جلسات قبلی پیرامون نصوص وارده در ارتباط طلاق از قرآن و حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم بحث شد و همچنین تعریف طلاق، ارکان طلاق، حکمت مشروعیت طلاق و شرطهای طلاق و طلاق دهنده و گیرنده و شرط های الفاظ طلاق بحث شد. دوستای عزیز، خداوند جل ذکره بدترین حلال که به اساس ضرورت و نیاز جامعه مشروع قرارش داده طلاق میدانه. و همین خاطر است که رسول پاک صلی الله علیه و سلم میفرماید ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم یبعث سرایاهم. شیطان هر روز وقتی به کار آغاز میکنه تخت خود بر بالای آب میگذاره، بعد کارمندا و مأمورین خود را روان میکنه به مأموریتش تا اینکه بر بگردن و گزارش بتن. کسایی که به نزد شیطان مقربترین است، جایگاه بلند داره، کسی است که اعظمهم فتنتن، کسی که فتنش بزرگ باشه، کسی که کار کلان کده باشه، فعالیتی کلان کده باشه، او در نزد ابلیس البته از جایگاه خاصی برخوردار است و در کنارش قرار میده، او را تشویق میکنه، تقدیر میکنه. بعد هر کدام هم میخواهه، گزارش میخواهه از پیش، میگه تو چی کار کردی؟ میگه من یک کسی را از نماز مانع شدم، من قتل کردم، من توسط یک نفر عملی نامشروع زنا را انجام دادم. به هر کدام از ابلیس میگه ما صنعت شیئا، کدام کاری کلان نکردی. هر کدام وقتی گزارش میده میگه ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا. کسی میگه ما تا وقتی وسوسه کردم، تا وقتی ادامه دادم به تلاش خود که یک خانواده را از هم بپاشم، بین زن و شوهر اختلاف آوردم، جدایی آوردم. شیطان میگه کلانترین کار و بزرگترین کار تو کردی و در کنارش قرار میده و را تشویق میکنه. پس بزرگترین دستاورد شیطان به تعبیر رسول پاک صلی الله علیه و سلم جدایی بین خانواده هاست، تفرقه بین خانواده هاست، اختلاف بین خانواده هاست. بنابراین نباید کاری را انجام بدیم، حرکتی را انجام بدیم که شیطان خوش شود.
و خوشنود شود. چرا ازدواج پیوندی است که خداوند منظورش کرده است. ازدواج پیوندی است که الله تاییدش کرده است. پس نباید آنچه را که الله مهر تایید گذاشته او را با طلاق بشکنی و نابودش کنی. و ربنا یحب الوفاق ولا یحب الطلاق. پروردگار ما اتفاق و پیوند و وحدت را خوش داره، طلاق الله خوش نداره. و واقعا انسان احساس درد میکنه در شرایط امروزی. امکان داره در هر ساعتی هفته و ما در جای خودش و در هر روزی یک خواهر ما طلاق شود و یک خانواده از هم بپاشه. و ما این دوره را فقط به خاطر امی که بتانیم خانواده را از شکستن و از جدایی، از تفرق نجات داده باشیم، به کمک و همکاری پروردگار و یاران مخلص و همکارای مخلص ما دایر کردیم تا اینکه یک خواهر ما بی سرنوشت و یک برادر ما بی سرنوشت نشه. پس به هر حال دوستای عزیز، طلاق احکام مختلف داره، بخشای مختلف داره. طلاق از حیث وصفیت بر پنج قسم است. طلاق از حیث زمان بر دو قسم است. طلاق از حیث الفاظ نیز بر دو قسم است. طلاقی که از حیث وصفیت بر پنج قسم است: طلاق واجب، طلاق حرام، طلاق مکروه، طلاق مندوب و طلاق جایز است. طلاق واجب، ای کدام طلاق است؟ در صورتی که یک مرد مطمئن است که زندگیشان با خانمش یا خانمش از طرف شوهر متضرر میشه و ضرر جبران ناپذیری را متقبل میشه از قبیل نفقه و همچنین مرد انین میباشه، توانایی همبستری را نمی داشته باشه، در این صورت بر مرد واجب است همسر خود طلاق بده. ما را همراهی کنین دوست عزیز بعد از نشر یک حدیث مبارک. زود برمی گردیم. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود بنده کلمه ای را بر زبان می آورد که در مورد آن نمی اندیشد و به سبب آن به دوزخ می لغزد و دورتر از آنچه که در میان مشرق و مغرب است. دوست عزیز، شما را دوباره خوش آمدید میگم. صحبت من پیرامون طلاق است. گفتیم طلاق از حسی و وصفیت پنج قسم است. اول طلاق واجب، دوم حرام، سوم مکروه، چهارم مندوب، پنجم جائز. طلاق واجب طلاقی بود که یک مرد توانایی همبستری را نداره، فقط از طرف خانوادهش و دوستایش تشویق میشه ببین تو چرا ازدواج نکردی، حتما توانایی ازدواج نداری، و یا هم فشار بر بالایش میره و فقط به خاطر از اینکه من خانم داشته باشم و فشار دیگر بر بالای من اهمال نشوه، به می خاطر ازدواج میکنه. این مرد بر بالایش واجب است که خانم خود طلاق بده. چرا؟ در این صورت ضرر به جانب مقابل حتمی است. ضرر حتمی است. پس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام نه ضرر بر خود تحمل میکنین و نه بر دیگرا ضرر باید برسانی. به می خاطر است که رسول پاک علیه الصلاه و السلام میفرماید که خداوند میگه که
ان الله حرمت الظلم على نفسي. خداوند میگه ظلم را بر خود حرام قرار دادیم و جعلت الظلم بینکم محرما فلا تظالمو. در بین خود هم شما ظلم نکنین و در میانتان ظلم حرام است. پس دوستای نهایت عزیز، در صورتی که یک مرد میفهمه که به خانوادهش، به همسرش توانایی پرداخت نفقه را نداره، گرچند سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله به این نظر هستند که باید بر بالای این شخص فشار آورده شود، در صورتی که اقتدار توانایی پرداخت هم داره ولی نمیپردازه، نفقه نمیده، باید فشار آورده شود این مرد، حتی باید بندی شود، باید بندی شود، تحت فشار بیاد تا اینکه مجبور کرده شود که به خانمش نفقه بده. در صورتی که توان پرداخت نفقه را نداشته باشه و خانوادهش گرسنه باشه و یا هم توان همبستری را نداشته باشه، در این صورت اگر خانم مطالبه طلاق میکنه، بر مرد لازم است که طلاق بده. اگر خانم هم مطالبه طلاق از شوهر خود نمیکنه، در این صورت بر مرد لازم است که خانم خود طلاق بده. علتش ایست که در اینجا امکان داره که خانم خدا نخواسته به عزت خود دست بزنه، به حیثیت خود دست بزنه، آبروی خود بریزانه و فساد اخلاقی روی بیاره. چرا ما گفتیم که غرایز جنسی از قوی ترین و نیرومندترین غریزه در وجود انسان است. وقتی این غریزه مدیریت نشوه، منفذ مشروع برایش جستجو نشوه، این غریزه انسان را وادار میکنه که به منفذ غیر مشروع خدا نخواسته روی بیاره. لذا اگر مرد توان همبستری را نداره، پرداخت نفقه را نداره، اینجا امکان وقوع حرام است که خانم امکان داره خدا نخواسته به طرف حرام. اگر او مطالبه نکرده باشه، مرد باید طلاقش بده. اینجا طلاق باز واجب است، چون ضرر به جانب مقابل حتمی است. دوم، طلاق حرام است. در صورتی که یک مرد خانم خود طلاق میده، اینجا روابط نامشروع با دیگرا برقرار میکنه، یا با نامحرما یا خدا نخواسته با محارم خود، در این صورت بر او طلاق حرام است، بر او طلاق حرام است. یا یک زن مثلا در صورتی که او از طرف شوهر طلاق میشه، امکان وقوع حرام است، باز هم باید از طلاق خودداری بکنه. سوم، طلاق مکروه است. دوست عزیز، اصل در طلاق کراهیت است، اصل در طلاق اباحت نیست، یعنی اصل نکاح است نه طلاق. چرا؟ مبغوسترین حلال طلاق است. ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. مبغوسترین حلال نزد خداوند طلاق است. پس طلاق مکروه کدام طلاق است؟ یک مرد خانم خود بدون یک سبب طلاق بده، هیچ سبب شرعی معلوم نیست، خانم خود طلاق میده، این طلاق مکروه است و انسان طلاق دهنده عاصی و گناهگار است. چهارم، دوست عزیز، طلاق مستحب یا مندوب عبارت از طلاقی است که یک شخص میبینه که خانمش به فساد اخلاقی دچار است. در مثال خانمش بد اخلاق است، بد رفتار است، عملی یعنی به فساد اخلاقی مبتلاست، و یا هم نماز نمیخونه، یا هم روزه نمیگیره، یا پابند احکام شرعی نیست، طلاق این زن مستحب است. در صورتی که شوهر مسئولیت خود، رسالت خود احساس میکنه، خانم خود توصیه میکنه، ولی با وجودی از او هم این خانم به حرفای شوهر خود گوش نمیده، بدخلاقی خود ادامه میده، به رفتار زشت خود ادامه میده، نماز بخوان نماز نمیخوانه، زکات نمیده، تا مثال اگر توانایی پرداخت زکات داشته باشه، روزه نمیگیره. در این صورت بر مرد مستحب است که خانم خود طلاق بده. پس دوستای نهایت عزیز، گفتیم طلاق از حیث وصفیت بر پنج قسم است: طلاق واجب، طلاق مکروه، طلاق حرام و طلاق مستحب و جائز. البته طلاق مستحب و جائز هر دویش یکی محسوب میشه. طلاق از حیث زمان،
بر دو قسم است. از حیث زمان بر دو قسم است، طلاق سنی و طلاق بدعی. گرچن روی ای انشاءالله به تفصیل در جلسات آینده هم صحبت خواهد داشتیم که طلاق سنی که به دو بخش تقسیم میشه، یکی طلاق احسن است، یکی طلاق حسن است، و سوم طلاق بدعی. اول به دو قسم طلاق سنی و بدعی، بعد طلاق سنی به دو بخش تقسیم میشه، طلاق حسن و طلاق احسن. طلاق حسن البته طلاقی است که یک مرد خانم خود طلاق میده در طهر، در طهری که بعد از حیض و عذر نفاس پاک میشه، خانم خود طلاق میده، در این صورت طلاق حسن است با چهار قید. قید اول یا شرط اول از برای طلاق حسن است که باید در طهر طلاق داده شود، نه در حیض. در صورتی که یک مرد خانم خود در حیض طلاق میده، این طلاق طلاق بدعی است و این شخص گناهگار میشه. شرط دوم است که باید در امی طهر خانم خود که طلاق داده باید هم بستری نکرده باشه. سوم شرط است که این طهر قبل از این حیضی که وجود داشت، در طهر قبل از حیض که بعد از او حیض آمد و بعد از او طهر آمد، در او هم همبستری نکرده باشه. و قید چهارم یا شرط چهارم به یک طلاق، به یک کلمه طلاق کفایت بکنه. ما را همراهی کنین بعد از نشر یک حدیث مبارک. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري. از عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما روایت هست که نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود ظلم باعث تاریکی های متعددی در روز قیامت می گردد. دوستای عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون طلاق خوش آمدید میگم. صحبتمان گفتیم طلاق از حیث وصفیت بر پنج قسم است و از حیث زمان بر دو قسم است، طلاق سنی و طلاق بدعی. طلاق سنی گفتم بر دو قسم است، طلاق حسن و طلاق احسن. طلاق حسن گفتیم دارای چهار قید داره. قید اول ایست که باید در طهر طلاق داده شود، نه در حیث. قید دوم ایست که باید در امی طهری که طلاق داده میشه با او هم بستری صورت نگرفته باشه. قید سوم در طهری که بعد از او عذر ماهواردید، بعد از او پاک شد، یعنی طهری قبل از حیضش، در او هم بستری صورت نگرفته باشه. قید چهارم گفتم باید به یک لفظ اکتفا شوه، تنها به کلمه طلاق در صورتی که ناگزیر و طلاق میشه یک مرد، باید به یک کلمه طلاق اکتفا شود، نه اینکه چندین کلمه را استعمال کنه. در صورتی که این چهار قید موجود نباشه، این طلاق از حسن به بدعی میرود، طلاق بدعی میشه. در طلاق بدعی مرد نه تنها خانم خود از دست میده، بلکه گناهگار نیز میشود. اما طلاق احسن، البته فرقش با طلاق حسن، احسن به این معنی که طلاق بهتر، حسن طلاق خوب، طلاق نیک و طلاق بهتری، بهترش احسن است. در مثال یک مرد خانم خود فعلا در طهر است، پاک است، هم بستری نکرد، بعد از او عذر ماهوار دید، این عذر ماهوار هم سپری شد، دوباره پاک شد، در اینمی پاک شدنش بدون هم بستری و نزدیک شدن یک طلاق میده، بعد دیگه طلاق استعمال نمیکنه، اینمی طلاق احسن است، به مو حالتش دیگر رهایش میکنه، دیگر طلاق ملعبه قرار نمیده. طلاق حسن او بود که با در نظر داشت این چهار شرط، بعد از طهر ثانی و طهر ثالث نیز طلاق میده که بسی طلاق بالاخره زن کاملا دیگر شوهر خود جدا میشه. اما طلاق بدعی در صورت است که یک مرد در یک مکان
در یک مکان سه لفظ طلاق استعمال میکنه، خانم خود طلاق میده. و یا هم در حالت حیض خانم خود طلاق میده، یا هم در حالت طهری که با او هم بیسری کرده خانم خود طلاق میده، یا در طهری قرار داشت که بعد از او در او طهر با او هم بیسری کرد، بعد مریض شد، عذر ماهوار آمد، بعد از او طلاقش داد، باز هم ای طلاق طلاق بدعی است. طلاق بدعی هم واقع میشه و هم انسان گناهگار میشه. انشاءالله ای را با تمام جزئیات و فروعاتش در جلسات آینده هم در خدمت شما و بحث خود گرفتم. ولی میم به بخش سوم گفتم طلاق از حیث الفاظ نیز بر دو قسم است، طلاق صریح و طلاق کنایه. البته در ارتباط طلاق صریح در جلسات قبلی هم اشاره شد که طلاق صریح نیز بر دو قسم است، طلاق صریح رجعی و طلاق صریح با این. طلاق صریح رجعی کدام بود و با این کدام بود، ایرا ما صحبت کردیم با تمام قیود و شرایطش. عالمیم در ارتباط طلاق کنایه صحبت میکنیم دوست عزیز. اولا خوب باز هم از همه شما عزیزان مطلبم، از همه تان این پیوندی که الله منظور کرده و این کلمه ای که امانت خداست، پیغمبر میگه استوصوا بالنساء خیرا، با زنان به طریق شایسته و نیکو رفت آمد و برخورد و تعامل داشته باشید. فانهن عندكم عوان، اینا نزد شما اسیر است و اینا همکار معاون شماست. نباید انسان وقتی در موقع بالاتر قرار میگیره با اسیر خود خیانت کنه، همیشه در خدمت تو قرار دار. و بعد میگه که شما گرفتین ایخ اسیر و ای خانم خود را به امانت الله، ای امانت خدا بود. و بعد میگه و استحللتم فروجهن بکلمت الله، و اینا بر شما حلال شد، هم بستری زنا بر شما حلال شد با کلمه الله. او کلمه الله چی بود که در مجلس عقد تو جناب عالی تشریف داشتی و بالاخره از تو پرسیده شد که به نکاح شرعی و اسلامی دادم و تسلیمش نمودم، تو خواسته بودی؟ گفتی بله. زوجنی ابنتک، قال زوجتک، قال زوجنی نفسک، قال زوجتک. این کلمات پیغمبر میگه امانت خداست و این کلمات کلمات اللهست. این نه کلمه خانمت است، نه کلمه توست، نه کلمه پدرت است، نه کلمه قومت است. این کلمه کلمه اللهست. نباید این کلمه را شما به نظر کم ببینین و خدا را خواسته این کلمه الله خورده گرفته شوه و شکستانده شوه. اما در صورتی که ناگزیر بالاخره باید بدانیم که چگونه طلاق در صورتی که دیگه خانواده هیچ رایی برای وصلش باقی نمی باشه، برای ادامه زندگی نمی باشه، در این صورت باید به طریقه مشروع و شرعی طلاق داده شه. همان طریق که ازدواج به طریقه شرعی صورت گرفت، باید طلاق نیز به طریقه شرعی صورت بگیره. الفاظ صریح سرش صحبت شد دوست عزیز، الفاظ صریح سرش صحبت شد. داری مثال، یک شوهر به خانمش میگه طلقتک، تو را طلاق دادم، یا انت طالق، تو طلاق هستی، یا انت مطلقه، تو طلاق کرده شده هستی. در این صورت این سه لفظ از الفاظ صریح است، به نیت نیاز نداره. نگو که فکرم نبود، شوخی کردم، نه خیر، طلاق واقع میشه و تمام جزئیاتش را در جلسات قبلی به بحث گرفتیم. عالمیم طلاق کنایی را میخواییم بشناسیم. دوست عزیز، طلاق کنایی نیست بر سه قسم است. در طلاق کنایی نیت شرط نیست، البته با تفاوتی که در ایسه نوع طلاق کنایه وجود داره. اولا باید بگویم دوست عزیز که طلاق کنایه عبارت از الفاظی است که برای جدایی و حرمت آمده، اما به خاطر طلاق وضع نشده است، هم امکان طلاق داره و هم امکان چیزای دیگر. لذا وقتی که به این کلمات و به این الفاظ یک مرد روی میاره، این کلمات بر سه قسم است: اول در حالت رضایت، دوم در حالت مذاکره طلاق، و سوم در حالت خشم و غضب، که انشاءالله ارسه
عرصه انواع و اقسام طلاق کنایه را با شما شریک میکنم در جلسه آینده انشاءالله العزیز. از این که تا اینده ما را همراهی کردین، همه تان را به الله بی نیاز میسپارم. تا دیداری بعد و برنامه بعد، الله نگهدارتان.